نیکفر از استانبول با ما همراه میشه تا بیشتر در همین رابطه گفتگو کنیم. دیلی، بگو که رسانه‌های ترکیه به این دیدار چطور پرداختن؟ خب گمانه‌زنی‌های مختلفی در رسانه‌های ترکیه بوده در مورد این دیدارها. می‌دونیم که بحث خرید بسته دوم سامانه‌های ضد موشکی S-400 روسی از سوی ترکیه مطرح شده. اخیراً آمریکا هشدار دیگه‌ای داده به خاطر این موضوع به ترکیه که اگر سری جدید این سامانه‌ها را از روسیه خریداری کنه، حتماً تحریم‌های جدیدی رو بر ترکیه اعمال خواهد کرد. پیشتر به خاطر سامانه‌های قبلی آمریکا در چارچوب کاتسا ترکیه رو تحریم کرده صنایع دفاعش رو. اما به این هم پرداختن رسانه‌ها که خب در خصوص مسئله ادلب، اون صلحی که مد نظر ترکیه بوده در ادلب برقرار نشده و ترکیه از روسیه انتظار داره که برای در واقع ریفرش کردن این موضوع و بازسازی صلح و امنیت در منطقه‌ای که قرار بوده آتش بس باشه با ترکیه همکاری بیشتری داشته باشه. بحث بعدی که رسانه‌ها در واقع فقط در حد حدس و گمان بهش پرداختن اینه که خب آقای اردوغان در روزهای اخیر و همچنین شبکه ملی ترکیه، شبکه TRT، به این اشاره کردن که روابط ترکیه با آمریکا الان در وضعیتی که بشه بهش گفت رابطه سالمی هست در واقع اینطور نیست و ترکیه می‌دونیم که از طرف آمریکا از برنامه خرید جنگنده‌های F-35 آمریکایی کنار گذاشته شده بود به خاطر S-400 های روسیه. به این فکر می‌کنن رسانه‌ها که این احتمال خیلی زیاده که آقای اردوغان در روسیه از ولادیمیر پوتین در خصوص جنگنده‌های روسیه SU-35 به عنوان جایگزین برای جنگنده‌های آمریکایی چقدر جدیه لیلی خرید حداقل یک سال. خب در خصوص جدی بودنش نمیشه هیچ پیش بینی کرد، اما آقای اردوغان در یکی از صحبت‌هاش با یکی از رسانه‌های آمریکایی به این اشاره کرده بود که ما ترکیه مستقل از حالا حضورش در ناتو، وقتی که هیچ کدوم از شرکای ناتو حاضر نیستن به ترکیه سامانه‌های دفاعی بفروشن، ترکیه مجبوره که خودش از پس دفاع و تأمین در واقع جنگنده برای خودش بر بیاد. برای همین این احتمال قوی به حساب میاد از نظر رسانه‌ها. ممنونم از سولیلی نیکفر از استانبول.